دوستان عزیز، در مورد نخبه ها در خارج از کشور من برنامه ای لازم بود بسازم، چون سر داستان هواپیمای 752 چیزی که منو اذیت کرد این بود که میگفتن آقا نخبه های این مملکت از بین رفتن، به جرم نخبگی کشته شدن. اتفاق پرواز 752 یه اتفاقی است بسیار تلخ، و اینا که حالا بخشیشون حتی ایرانی بودن، بالاخره ایرانی هم نبوده باشن، اسرائیلی بوده باشن، اسرائیلی معمولی هم نبوده باشن، مأمورهای موساد بوده باشن، اگر ما بهشون گفته بودیم میتونید بیاید ایران و میتونید سالم برگردید، اگر این هواپیما براش اتفاقی برای اون هواپیمایی که 170 تا اسرائیلی موسادی اصلا نشسته باشن، اصلا وهابی نشسته باشن، اصلا عربستان سعودی نشسته باشن، حتی داعشی نشسته باشن، اگر تو بهشون مثلا گفتی آقا امان نامه دادی بیان ایران و برگردن، هر اتفاقی براشون بیفته این قضیه محکومه. در اصل داستان 170 نفر تو این هواپیما که متاسفانه جانشون رو دادن، این قضیه محکومی است، تموم شد و رفت. یعنی تو این زمینه حالا باید پیدا کنیم چرا این هواپیما سقوط کرده، بحث دیگه یه. پس به صرف این که 170 انسان کشته شده ما همه عزاداریم، اما بحثی که تو این میون پیش میاد، مشکل من بحث این واژه نخبه است. این واژه نخبه که پیش میاد من یه مقدار اذیت میکنه. بعد دیدم که اپوزیسیون برانداز ساب عزا شده، اپوزیسیونی که در خارج از کشور هر کسی چه نخبه باشه چه نباشه، چه اصلا کارگر باشه چه فلان باشه، بره ایران بیاد و در دائم، حالا خیلی جالبه همین مورد قبلی آقای علی کامرانفر که میخواد منو ترور کنه و برنامه های ترور منو داره تو قناری میچینه و نامشو گفتیم، همین آدم سالی 5 بار میره ایران میاد، حالا میشینه در کنار کسانی که تا دیروز توف و لعنت میکردن، ایرانیانی که میرن ایرانو میان با هم مثلا گل میگن و گل چیز میکنن میشنون، و این خب این داستان همینه که وقتی که بخوان ایران ستیزی کنن یه دفعه میبینی صاحب عزام میشن. یعنی جوانانی که در هواپیمای 752 بودن بارها فوش خار مادر از صاحب عزاهای امروزشون شنیده بودن، این وقتی میبینن ونکوور و اینا همین صاحب عزاهای برانداز اینا رو فوش میدادن، میگفتن شما میرید در جمهوری اسلامی و فلان و حتی رأی به خاتمی میدید و اینجا حرفا، چون اصلاح طلبید و جنبش سبزی هستید و فوش میدید اینا، و توهین بهشون میکردن، و حالا الان شدن صاحب عزا. اینم یه نکته جالبی بود که من متوجه شدم. اما در کل سر بحث نخبه و نخبه زادگی و اینجور بحثا من یه مقدار مشکل دارم، برای اینکه هر کسی اگر بیاد خارج درس بخونه میشه نخبه، حالا اونی که انگار تو ایران درس خونده پخمه است، اصلا همچین چیزی نیست. این نخبه من نفهمیدم از کجا در اومد، این بحث نخبه کجا پیش اومد که آقا اینایی که خارج تحصیل میکنن نخبن، مثلا یه چیزی یه ضعفی ما داریم نسبت به خارج. به 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 عالی، پیگیری های گسترده داریم میکنیم. یه بحثی پیش اومد کلن در بحث خارج که هر کسی میاد خارج اصلا خیلی جالبه اصلا کارگر باشه تو خارج، تو سوپرمارکتی کار کنه، بعد که میره ایران یه برخوردی رو از ایرانی ها میبینه که انگار یه خارجی اومده، بعد خودش هم باورش میشه خارجی میشه. یعنی فضای عجیبیه، این ریشش در حقیقت غرب زدگی میاد. یک نکته دیگه ای که عزیزانی که اولا میان خارج درس میخونن، در وهله اول اینها یه بیمهری به ایران کردن، اینکه تو درس بخونی خارج برگردی باز قابل تعامله، دمتون گرم، ولی همچی چیزی خیلی کمتر پیش اومده. و دوم از همه سطح دانشگاه های ایران بدون رو دروایسی، سطح تحصیلی در ایران بدون رو دروایسی خیلی بالاست. ببینید حقیقت داستان اینه که سطح آموختن در ایران لولش بسیار بالاست و در خارج یه همچین چیزی نیست. خب چرا شماها تا به امروز نمیدونستید و چرا یه امیددانا داره اینا رو میگه؟ چون یه امیددانا از جان خودش گذشته اینا رو میگه و شما میبینید هر لحظه میخوان منو ترور کنن و بکشن و اسنادش هم موجوده، همتونم دارید میبینید. پس بقیه نمیتونن حقایقو بگن. شما الان یک مادر و دختری، دختره اسمش فاطمه بوده با مادره، اومدن حقایق مدارس توی آلمانو افشا کردن،
کمترین چیزی که براشون بوده اینه که چندین برنامه در جواب برنامه اینا ساخته شده که آی تو دروغ میگی فلان، یک رگ گردنی بعضی از این ایرانیان در آلمان کلوف کرده بودن که چندشم شده بود. کمترین چیزش این بوده که برنامه براشون ساختن که شما دروغ دارید میگید. مرحله دوم مسئله‌ای که براشون پیش اومده اینه که ما فلانتون میکنیم، شکایت ازتون میکنیم علی آلمان حرف زدید. حالا همین حرامزاده ها میخوان برای ما دموکراسی هم بیارن ها. طرف اصلا سیاسی هم نبوده، گفته آقا این مدارس آلمان اینجوری ها کاری کردن با همون مجری که برنامه رو ضبط کرد که این مادر و دختر دیگه گفتن تو رو خدا این ویدیویی که ما صحبت کردیم رو پاک کنین. ما ویدیو رو پاک کردن. برای همین شما نمیدونید و خیلیا، یعنی جوی که درست شده کسی اگه میفهمه جرأت نمیکنه، بهش میگن تروریسم رسانه‌ای. در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای شما رو سرکوب میکنه. بس بنابراین این که من برم خارج درس بخونم بیام به مملکتم خدمت کنم از اساس یه حرف مزخرفه. چون دانشگاه ایران که سطحش خیلی بالاتره. یادتون باشه الان ما دیگه کاری به اون 752 نداریم، ما بحثمون در مورد نخبه است. به این بهانه داریم صحبت میکنیم، کلی داریم صحبت میکنیم. دانشگاه ها و سطح آموزشی در دبیرستان ها دبستان های ایران که خیلی بالاتره. پس چجوری تو در جایی میخوای درس بخونی که به مراتب سطح علمیش از ایران پایین تره؟ این قضیه یک حقیقت محضه. هر کی هم میگه نه مگه میشه دانشگاهی آنچنانی تو آمریکا کانادا، قربونت برم خفشون. سطح علمی دانشگاه ها و مدارس ایران بسیار بالاست. اما اگه این حرف من برات عجیب غریبه، بابت تروریسم رسانه ایست، بابت مارپیچ سکوته، بابت تحلیل های مهندسی شده است. یادتون باشه تحلیل مهندسی شده ای که هر آنچه در غربه ولو به این که ادرار باشه خوشبوس. دیدید حقایق رو دیدی توی مدت گفتیم. و هر کی غیر این تحلیل مهندسی شده سخن بگه باید از بین بره، ولو به این که اگه یک مادر و دختری باشن که اصلا از عالم سیاست و جمهوری اسلامی و منطقه و تمدن و نفوذ منطقه یا این غیر و بحثه که ما مطرح میکنیم اصلا فرسنگ ها دور باشن. دختری میگه آقا من اصلا هیچ کسی نیستم، من دارم مشاهداتم رو تو مدرسه خودم میگم. چنان پدر این دختره رو در آوردن که این دختره دیگه تهش دیگه اومد گفت با من فقط مدرسه خودم میگم، حتما مدارس دیگه خوبن تو آلمان. همه مدارس همینن. دخترم من خیلی دوست داشتم با شما صحبت کنم، خواهرم اون مادریشون، به اون مجری هم گفتم که دوست دارم با شما صحبت کنم، حالا شماره تماسی از شما ندارم، اگه دوست داشتم باهاتون صحبت کنم تا بگم خانم من به عنوان یک معلم ریاضی در مقطع دبیرستان سوئد در بهترین مدرسه استوکن در مرکز شهر وقتی که شرایط تدریس و اینا رو دید، اولا که خانمم خیلی تعجب کرد گفت ببخشید ما اصلا معلم‌ها رو صدا می‌کنم بابت بحث مواد مخدر و بحث چاقوکشی و غیره و این چیزایی که این دختر مثلا مطرح کرد، اصلا به ما معلم‌ها آموزش دادن که چگونه برخورد کنیم. و خانم من وقتی که سه ماه رفت تو مدارس و اینا، بعد از 3 ماه گفت ببین من نمیذارم اصلا بچه من بخواد توی این سیستم بزرگ بشه و اصلا نمیذارم اصلا حالش بچه، گفت من دیگه نمیخوام معلم باشم. خب این دختر صحبتی که کرد 100% درست بود، 100% درست بود. این در مورد همه مدارس جهان غربه. پس سطح علمی دانشگاه ایران بیشتره. پس بنابراین این قضیه رو بیاییم با هم حل کنیم. پس این که از این به بعد شنیدید که آقا من میخوام برم خارج تحصیل کنم بیام ایران به مردم ایران کمک کنم، ببخشه شرمنده پوزش میخوام از کسانی که تحصیل کردن در خارج رفتن ایران دارن کاری هم میکنن، دست تک تکتون رو میبوسم. اما اساسا این جمله مزخرفه. تو اگر نخبه ای شدی یا رشته بالایی داشتی یا اگه المپیاد ریاضی برنده شدی تو دانشگاه ایران بوده، بعد از اون که اومدی خارج هیچی نشدی. سطح علمی دانشگاه خارج اگرم شدی نسبت به اون تلاش و پتانسیلی که گذاشتی و غیره، نسبت به اون تلاشی که گذاشتی پتانسیلی که ازش استخراج شده به مراتب خیلی کمتر از اینه که اگر در ایران میذاشتی. پس ما اینو چوب پنبهش رو باید بزنیم. آقا من برم خارج تحصیل کنم برگردم ایران کمک کنم، این حرف مزخرفه؟ یا اینجا ایران آینده نداره برم خارج آینده داره؟ این که خیلی مزخرف داره. اینا همه مزخرفه، اینا قرض زدگیست. بحث امروز هم نیست جمهوری اسلامی میخواد انقلاب صادر کنه فلان کنه آخونده حجاب اجباری ها، ببخشید
دست شما غربگراها برای من روه. از زمان قاجار هم همچین شکرهایی میخوردید، از زمان قاجار. بعد زمان پهلوی هم همین بودید. الان دیگه سیاوش شمس که آقا برادر من دیزاین میکرد خونه رو، از زمانی که اومد توی لس آنجلس اصلا از همه درس و مشق و همه اینا موندش. پس بنابراین این قضیه رو خیلی جدی باید بگیریم. مسئله دومی که حالا یه عده میان خارج درس میخونن، در همین خارج هم میمانن، مثل عزیزانی که در پرواز 752 بودن، برمیگردن ایران هر چند وقت یه بار. این برگشتشون به ایران بابت دلتنگی به وطن نیست، که اگر باشه شاید مثلا نیت چهارم پنجمشون باشه، یادتون باشه. دو سه تا نیت در این که نخبه ها در نخبه ها تحصیل کرده ها در دانشگاه های غرب باعث میشه بعد از مدتی بیان ایران برگردن. در درجه اول معذرت میخوام، یه چوسان فسانه که بیان یه برای فک و فامیل و اینا یه پوزی بدن، یه فخری بفروشن، آی ما خارجیم. ایرانیان هم که دیدید هر کی از فامیلش خارج، حالا مثلا پسر خالش تو ایرانه، دختره بهش میگیم مثلا دختر خاله جان بیا با هم بریم یه مثلا این هفته شهر بازی، وقت ندارم. حالا اگه همون پسر خاله خارج باشه میخواد برگرده ایران، دختر خاله همه جا پوز میده، پسر خالم داره کانادا میاد، پسر خاله من داره کانادا میاد، پسر خاله میاد دیگه، دختر خاله ولش نمیکنه که 24 ساعته باشه. این غرب زدگیه دیگه. پس اون پسری هم که تا زمانی که تو ایران بوده به دختر خالش مثلا میگفته بریم شهر بازی میپیچونده، الان که خارج داره زندگی میکنه برمیگرده یه لذتی میبره، ای فک و فامیل همه دارن دورم جمع میشن، من حالا کیم تو برشه تو دهاتای کانادا زندگی، دهاتایی که من چهار بار بیشتر نتونستم تحمل کنم تو دهاتای کانادا داره زندگی میکنه خود اگه کانادا رو بدونید کجاست کسی از کانادا زندگی کنه پوز بده خیلی زور داره ولی الان میاد ایران میبینه دختر خاله پسر خاله همه فامیل جمع شدن، مادرش براش آش شله قلمکار درست کرد و اینا، آش پاگوشا درست کرد و شب فامیل جمع فلا، آی پسر خاله از خارج اومده چنان با این حالا خارجی برخورد میکنه، این خودش هم جو میگیره. آره ببین ما تو کانادا اساسا تو کانادا اساسا ببین خیابونه اینجا الان شلوغه، تو کانادا خیابونا شلوغ نیست، اتوبان ها باعث میشه تون برید این ور اون، یه مش مزخرف دیگه. پس یکی از این که عزیزان میان ایران این بابت حس دلتنگی اینا اولا نیست، اگرم باشه تو درجه اول نیست، در درجه اول این حسیه که از فامیل میگیرن، افک و فامیل و آشنا و اینا. تا دیروز تو ایران بوده کسی توف کف دستش نمینداخته، حالا اومده دهاتای کانادا برمیگرده اون فک و فامیل، آی پسر خالم از کانادا اومده فلان نخبه است فلان، چهار تا نخبه از کانادا دیگه، این بال لر میاره چه خبره. و یه خیانتی نخبه ها تو اینجا میکنن، نخبه ها یاد این نخبه ها رو دارم شوخی میکنم ها، تحصیل کردگان در خارج میکنن، وقتی برمیگردن همون دختر خالش رو هوایی میکنه، پسر خالش رو هوایی میکنه، پسر دایی و دختر عمش رو قلقلک میده، آی کانادا خوبه. شروع میشه پدر مادره، یا اگر یا برعکس بچه ها سرکوف به پدر مادر، یا پدر مادر سرکوف به بچه ها. از اینم کمتر بودی از پسر خالت تو کانادا، ببین نخبه شده دکتره، تو چی شدی همینجا موندی ولی دل من، پشو برو. از هر قشری ها اینا اصلا بحثه نگاه ایدئولوژیک نیست، فرهنگمونه. پس ببین چه خیانتی میکنن کسانی که تحصیل کردن در خارج، میرن و میان در یک جا، البته به نفع ماست که به دنیا ما ثابت میکنیم که آقا ایران خفقان نیست، میرن و میان، ولی آفتش اینجاست، خیانت کامله، خیانت مطلقه. آی ببین رفتن ایران اومدن تمام فک و فامیلو قلقلک دادن، تمام فک و فامیل الان وای اینا دارن میرن میان همه قلقلک میکنن. این یکیشه. مرحله بعدی که این نخبه ها تحصیل کردگان خارج بدون شوخی میان ایران، بحث گرفتن خدمات درمانیه. اینو دست بزنید برام خدایش، دمتون گرم. بحث گرفتن خدمات درمانیه، برای که بیمارستان های کانادا که دیدید دیگه، بهترین جای کانادا کجاست؟ ونکوور. بهترین جای ونکوور کجاست؟
وست ونکوور. بهترین بیمارستان وست ونکوور کجاست؟ خیابون لانزل و خیابون چه بیمارستان لانگز چیچی حالا الان یادم لانگز گیت که خودم و خانومم سه ماه اونجا بعد چیز بود مراقبت میشد. همون بیمارستان دیدید دیگه، مادره رفته بچه 29 سالش کشته شده. همون بیمارستانی بود که من تا سه ماه خانومم کاراشو داشت اونجا انجام داد، دومم رو کولم گذاشتم فرار کردم. خب بیمارستان های کانادا اینقدر وحشتناکه، یارو تو کانادا، حالا نمیگم کانادا چون الان داستان مثلا برای کانادا بوده، میگیم کلا اروپا و غرب و اینا رو داریم میگیم، برای همین باید بیاد ایران خدماتو بگیره، چون دکترای ایران و سطح علمی پزشکی ایران بسیار بالاست. دیدم که دیشب پریشب بود بی بی سی بود، میگه ایران داره سر واکسن با کوبا کار میکنه، آبروریزی کوبا افتضاحه. مرتی که تو لندن نشستی میگی کوبا افتضاحه، همین لندن درخواست کمک از کوبا کرده در حوزه پزشکی و حوزه پزشکی ایران بسیار بالاست. و یک مسئله دیگه داروه، شما وقتی که ایرانی ها میان ایران همین جوری دارو رو امچیز میکنن، بار میزنن، از مسکن بگی تا داروهای دیگه و شربت سینه و اینا رو بار میزنن میارن خارج. تو خارج همچه خبری نیست، تو بری دارو بخری. بنابراین من دیدم که خیلی ها میگن آی خدایا این جوانان عزیز ما به خاطر عشق به وطن اومدن، اینا مزخرفات. و خانواده این عزیزان گول این دم و دستگاه های رسانی نخواهید، داغ دارید. شما حتی گفتم شما حتی اگه اسرائیلی هم بودید حق داشتید، شما حتی داعشی هم بودید حق داشتید، هر چی باشه. بچه‌تون فوت شده، جون آدمیزاد که بادم جون نیستش که سوار هواپیما بشه با موشک بزنن، که این 100% محکومه. ولی بعد ببینیم آمریت این داستان با کی بوده، بیشک با آمریکا بوده، حالا کاری هم ندونیم اصلا با کی بوده، اصلا با جمهوری اسلامی بوده، اصلا با سپاه بوده. دعوای من جای دیگره. بچه هاتون رو به عنوان نخبه میهن پرست جا نزنید، اصلا همچی چیزی نیست. همین آقای عزادارم هست قابلانم، بالاخره من دلم هم میسوزه، منم جای این آقای اسماعیلیون بودم نمیدونم چی کار میکنم، آدم قاطی میکنه این زنت بچهت اینا، من همه زندگی زن و بچه‌مه، هر کسی، من درکش میکنم آقای اسماعیلیون. ولی همین آقای اسماعیلیون در یکی از مصاحبه میگه من اصلا دخترم فارسی بلد نیست. حالا الان مثلا یه بحثایی بعد پیش میارن که حالا عزادارن، ما میخوایم احترام بذاریم و باید هم احترام بذاریم، عزیزانشون کشته شدن، ولی دخترش حتی فارسی بلد نبوده. دلیل رفتن به ایران اومدن همین چیزاست که گفتم. بله حالا میتونه تهش هم دلتنگی هم باشه، ولی همون هم بهتون قول میدم خیلی از اینا اصلا وقتی که میان خارج انقدر بیخود میشن از خودشون، سپاسگزارم قهوه برام بسید، انقدر از خودشون بیخود میشن که نگو نپرس. طرف اون یکی میگه آقا اصلا من بچه‌م فلان بوده، این اینجوری بوده. و من یک شکایتی البته از جمهوری اسلامی دارم، ربطی به این برنامه نداره، واژه شهید به این عزیزان نمی گنجه و جمهوری اسلامی حماقت بزرگی کرده واژه شهید رو اطلاق کرده. نه خود این خانواده ها دوست دارن، نه کار درستیه، مسخره بازیه. مگه هر کی فوت میشه میگی شهید؟ شهید قاسم سلیمانیه، اینو یادتون باشه. شما واژه شهید رو تو این زمینه لوس میکنید، کسی که در راه وطن در راه امنیت ایران کشته میشه شهیده، نه در راه چوسان فسانه چه میدونم پوز دادن به خانواده در آسمان زده بشه، این شهید محسوب نمیشه. این به عنوان یک انسان در یک سانحه هوایی کشته شده، اشتباه هم گردن سپاه هستن. حالا اصلا این آمریکا چی کار کرد اینا رو بذار کنار، واژه شهید اطلاق نمیشه. من به خانواده این عزیزان حق میدم ناراحتن که چرا شما نام بچه‌هاشون رو گذاشتید شهید، این قضیه اصلا تو کت من نمیره که اینا شهید باشن. و جون این عزیزانی که کشته شدن در سانحه هوایی بسیار عزیزه، ولی یادمون باشه در اینجا که میخوایم عزاداری کنیم برای این عزیزان، یه وقتی یک سری چیزها رو به کار نبریم که شعورمون مثلا خدشه دار شه. آی نخبه های میهن پرست اومده بودن مملکتشون رو ببینن، نبرمونت برم. این عزیزان از مملکتشون همواره میدوشن، دوشیدن و توی مدارس و توی دانشگاه ها با امکانات دولتی و اینا به جایی رسیدن، بعدش هم که حالا میرن و میان تمام دوروری هاشون رو هوایی میکنن. حالا که هوایی میکنن در کنارش میرن از بحث پزشکی ایران استفاده میکنن. وطن برای اینا در حقیقت یک حکمی داره به عنوان کردیت کارت. وطن برای این عزیزان هتله،
والا اگر برای هر کسی وطن هتل یا کریدیت کاره لایق مردنه، نه به هیچ عنوان. گفتیم اینا حتی هر ملیتی داشته باشن مرگشون محکوم 100%، جمهوری اسلامی باید پاسخ خوب باشه. ولی خانواده این عزیزان بچه هاتون رو به عنوان وطن پرسته چیزا اینا جا نزنید. حالا شاید توی این نخبه هایی که حالا میگن دوتا بوده باشن، داستان زندگی دیگری داشته باشن که الان برخلاف این ادعای ماست. چیزی که من گفتم 100% نیست، ولی بین خودمون 95%. حالا 5% هم نه اینجوری نیستن، داستان دیگری دارن، اون یه چیز دیگه است. تو همه چی استثناء هست. حالا نری برای من یکی رو بیاری بگی امید دانا این فردی که تو این هواپیما بوده اینجوری بوده داستانش ها. ما داریم بحث کلی میکنیم. نخبه ها یا این تحصیل کردگان که از خارج میان ایران 95% داستان اینه. کل بحثم غرب زدگی است. یا قبول میخوای بکنی یا نمیخوای بکنی. منم میگم ببین، من که عمر زیادی نخواهم داشت و برنامه هایی که چیدن برای کشتن من که بیشک بالاخره اتفاق خواهد افتاد، تا لحظه ای که زندم بدون ترس همه این حقایق رو میگم. نه قربونت برم، این بحثش نخبه و اینا نیستش، این یک داستان های دیگری داره. قربونتون برم، امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه. پس اگر کسی تو خودتونم نگاه کنید چند نفرتون بودید، فک و فامیلتون تا تو ایران بودن زیاد اهمیت نه. لحظه ای که رفته خارج داره زندگی میکنه، تو ذهن شما یک جایگاه ویژه پیدا نکرده. جون مادرتون، راستشو بگو آقا، هر کی هستی جلو آینه راستشو بگو. اگر پسر خاله ای، دختر خاله ای، یه فک و فامیلی، دوستی، آشنایی، بچه محلی تا زمانی که ایران بوده ذهنت بهش چگونه بوده؟ رفته خارج آیا تو ذهنت جایگاه ویژه باز نکرده؟ 100% این یکی رو میگم 100% باز کرده. میدونی چرا؟ چون غرب زدگی تو خون هممونه. حالا اگه همون فک و فامیله، من کوچیک تمام افغانستانیای عزیزم دستتون رو میبوسم، اگر رفته بودش افغانستان آیا اون جایگاه ویژه رو برات باز میکرد؟ نه. ولی اگه بیاد اروپا، کانادا، آمریکا باز میکنه. حتی ترکیه بره اون جایگاه ویژه رو برات باز نمیکنه، ولی اگه بره آمریکا، به خصوص کانادا، کانادا آمریکا قشنگ جایگاه رو، یا اروپا جایگاه برات باز میکنه. غیر اینه عاشقتونم. بدرود، دمتون گرم، زنده باشید.